رسیدیم به درس یازدهم درس یازدهم درسنامه خاصی اصلا نداره کلا یک متن روان و خیلی ساده که لغاتش رو برای شما اینجا آوردیم و بریم به سر بخش شعرخانیش بخش شعرخانیش هم از نظر قرابت معنایی و اینها نکات خاصی نداره چند بیتش رو با هم مرور میکنیم و بعدش هم این رو روخانی خواهیم کرد آهین سر بریده ما هست در پگاه پگاه یعنی صبحگاه یا نه سر بریده خورشید شامگاه خورشید شامگاه سرخه بنابراین ماه پگاه که سرخی صبح رو میرسونه و خورشید شامگاه که سرخی دم غروب رو میرسونه به سر بریده ای که از خون سرخ شده تشبیه شده خورشید بی حفاظ نشسته به روی خاک یعنی سری که بریده شده و روی خاکه یا ماه بی ملاحظه افتاده بین راه سر شهید رو به ماه و خورشید تشبیه میکنه ماه آمده به دیدن خورشید صبح زود خورشید رفته است سر شب سراغ ماه حسن شهادت از همه حسنی فراتر است ای محسن شهید من ای حسن بیگناه محسن و حسن اشتقاق دارند ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد یوسف خب چرا حسن تعلیل داره یوسف بگو که هیچ نیاید برونز چا اینجا یوسف چون نهاده نهاد مصر اوله ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد یوسف بگو که هیچ نیاید برونزه چا تشبیه مرجح داره که حالا برای شما مطرح نیست حسن تعلیل هم داره شاهد نیاز نیست که در محضر آورند در دادگاه عشق رگ گردنت گواه شاهد و محضر و دادگاه و گواه هم تناسب دارن با هم دارد اسارت تو به زینب اشارتی اسارت و اشارت جناس ناهمسان اختلافی از اشتیاق کیست که چشمت کشیده را چشمت کشیده را کنایه از منتظر بودن از دور دست میر صدا یا کدام پیک ای مسلم شرف به کجا میکنی نگاه اینجا هم ترمیح داره به داستان مسلم ابن عقید پسر اموی امام حسین لبریز زندگی است نفس آخرت نمیشه دیگه نفس آخر یعنی دم مردن که لبریز زندگی باشه اینجا شاعر میخواد بگه که تو حتی با مردن هم زندگی کردن رو تجربه کردی و درس دادی تناقض داره آورده مرگ گرم به آغوش تو پناه اینکه مرگ به چیزی پناه بیاره استاره مکنیه و تشخیص و آغوش گرم هم حسامیزی داره یک کربلا شکوه به چشمت نهفته است ای روزه مجسم گودال قتلگاه اینجا هم که قطعا تلمیح داره به داستان کربلا